سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید. ببخشید من الان ایستادم چون تازه خریدام رسیده بود و اینکه گفتم که نمیخواستم اصلا نشون بدم، یعنی که فیلم بگیرم ولاگ درست کنم، ولی چون دیدم خب زیر کامنت های یوتیوب هم همش میگن آریان ولاگ جدید بذار، ولاگ جدید بذار، و به خاطرم گفتم اوکی، خب شاید بعضی واقعا دوست دارم، چون خودم فکر میکنم That's not my type. این تایپ من نیست که ولاگ درست کنم، چون نمیدونم، ولی خب گفتم چون شما دوست دارین درست کنی. من بیشتر اهل کلیپ و فان و لایو هم تا اینکه بیام خودم مثلا گوشیمو بذارم و چیزایی که میخرم و نشون بدم، چون فکر میکنم خب خیلی ها این کارا رو میکنم خاطر همین. و اینکه امیدوارم خوب باشین. قبل از اینکه ولاگو شروع کنیم، میخوام یه خبر خوبی برای دوستانی که در آمریکا و در کانادا زندگی میکنن و سیتیزن کشور آمریکا و کانادا هستن. الان من این دو تا کشور رو گفتم. برای ترکیه دیگه نیاز نیست که ویزا بگیرید. قبلنا به تا سال پیش هر کسی با پاس آمریکایی و ترکی با کانادایی میرفت، توی فرودگاه یا آنلاین باید ویزا میگرفت $50 برای 90 روز، ولی الان اینو برداشتن. گفتم این خبر خوب بهتون بدم. خب خیلی کشورهای دیگه هم هست، ولی فکر میکنم که ولاگای منو بیشتر که کسایی که تو آمریکا و کانادا هستن زیاد نگاه میکنن، چون یک سرچی که زده بودم نزده بود 70% بیننده های من تو آمریکان. او مای گاد، سورپرایز شدم. گفتم تو لایوام زیاد نیستم، ولی توی این چیز یوتیوب زیادن. و کانادا هم، کانادا رو چک نکردم، ولی دیده بودم که توی آمریکا 70% از بیننده های من توی آمریکا هستن و 10%شون توی ایران و فکر کنم 30-40%ش هم تو اروپا. اینجوری بود. خب اوکی، این خبر خوبم دادم، گفتم بهتون بگم. من تازه از خون و گفتن که چرا اینقدر بلاگ درست نمی کنی. سانتا خواهرش مرده به خاطر که سرطان داشت و رفته شهر خودشون، گفته آخر این ماه میاد. خب من نرفتم بیرون، منتظرونم. تنها کسی هم که باش میرفتم سانتا بود. خب با عمرم که تازگی خونش نرفتم که بخوام بلاگی درست کنم، اینجای خاصی نرفتم. همین. خب بریم اینا رو نشون بدیم. چیزایی که امروز خرید کردم، چیزایی که امروز خرید کردم من و دستم رسیده، چیزایی که واقعا لازم داشتم، چون خب شما میدونید که من سینه دارم الان، قبلا سینه نداشتم و قبلا که سینه نداشتم خب سوتیان هم نداشتم و بعد تاپ هم نداشتم، لباس زنانه اصلا نداشتم. و الان من کم کم دارم زندگی ما چنج میکنم، یعنی از اون پسر بودن میرم سمت خانوم بودن، دارم میرم سمت زنونه بودنم. و به خاطر همین با هی دارم بعد خرید کنم که مثلا چیزای پسرانم بذارم کنار و برم سمت چیزای زنونه. خب از اینجایی که خب من خیلی سوتیان زیاد دارم، چه تاپ چه سوتیان، خب من اینو توی همونطور که میدونی منم گفتم از سایت شین خرید میکنم، چون از چین میاد و خیلی هم دیر میاد ولی ارزونه. خب من اینو خریدم، این جالباسیه که مخصوصش سوتیانه که اینجوری مثلا نگاه 1 2 3 4 5 6 7 8 داره، فکر کنم درست اگه شما دو بشم 8 داره و اینو سوتیاناتو میذاری. من مثلا به خاطر که سوتیانام زیاد بود مینداختم مثلا که تو جالباسی که تیشرتمو گذاشتم، یک گوشاشم یه تو یه تیشرتم یه سوتیام، تو یه تیشرت دیگه هم یه سوتیام، و اذیت میشدم و گفتم خب بیام فعلا برم بخرم. بعد اینو دیدم و اینو گرفتم. اوکی صبر کنید، فکر کنم همین باشه. اوکی اینو، آره اینو تو این میکنیم، بعد اینو میبندیم. ای چی شد؟ آره این از این، فکر کنم همینه دیگه. اینو داخل این میکنیم، آره، و میبندیم. اوکی ولی خب خیلی تغییر کردم، دارم روز به روز زنونه تر میشم. خب اینم از این. اوکی این باید اینجوری باشه دیگه، نه باید این باید بره این سمت.
اوکی یه دونه دیگه، آفرین. خب اوکی، این شد برای سوتیانای من. مثلا الان فکر کنم میتونم 8 سوتیانو بذارم اونجا راحت. من از این 4 تا خریدم، چون گفتم دیگه لباسای زنونم داره روز به روز بیشتر میشه، اینا رو خریدم. خب اینا رو یکیشو باز کردم که وقتتونم زیاد نگیرم، حوصله‌تون سر نره. خب این از این. خب و یه دونه دیگه، اینا همه چون چین میاد پلاستیکیه دیگه، یه چوبیه. اینو گرفتم، همجوری دیگه گرفتم. اینا رو فکر کنم دونه $1 گرفتم. اینم برای کیفه، من کیف زیاد داشتم، کیف کوچیک، بعد اینو گرفتم که اینجوری مثلا 4 تا کیف میتونی بذاری. دوست دارم، من عاشق چیزای ارزونم، دوست دارم. اصلا من با برند مشکل دارم، به نظر من آدم باید خودش برند باشه تا لباساش. من به این اعتقاد دارم، آدم باید خودش خوشگل باشه، بدنش خوب باشه، بعد بعدش هم که خوشگل بود لباس برند برای چی بپوشه؟ وقتی که آدم خوشگل بود بدنش خوبه، کیسه هم بپوشه بهش میاد. که من اعتقاد دارم که خب من بدنم عالیه و با همین چیز کوچیک خوشحالم. نمیخوام ادای آدمایی که من دوست دارم با خودم خوشحال باشم، نه با وسایلی که گرونه، و من دوست دارم ارزشم به خودم باشه نه به وسایلی گرونم. خب این از این، اونو گرفتم، اونم 3 تا گرفتم، سه دونه گرفتم که برای کیفام. و این که دیگه چی گرفتم؟ اینا رو گرفتم، 6 تا، چون میدونید که من اهل ورزشم، و چون اهل ورزشم 6 تا جوراب ورزشی گرفتم که اینا تا ساق پا میاد بالا و با یک کتونی خوشگل ورزشی میپوشی. 6 تا رنگ داره که من میخوام مثلا هر روز یه دونه رنگشو بپوشم و برم ورزش کنم. این از این. و یه چیز دیگه هم خریدم، و یه شورت، و اینکه یک شورت ورزشی خریدم. شاید من اهل دروغ نیستم و میخوام یک اعترافی بکنم. واقعا من وقتی میرم، من الان این شورت رو بهتون نشون بدم تا اون حقیقت هم بهتون بگم. من این شورت ورزشی رو خریدم، این شورت ورزشی رو خریدم، نگاه کنید، برای باشگاه و استخینا. اینم زیرش از اینا داره. آره، خیلی در این مورد کامنتتون رو بذارید بهتر. مثلا من الان چون پسرم، بالا تنم، مثلا سینه دارم، پایینم، مردونه دارم، من نمیتونم مثل خانمای دیگه مثلا وقتی میرم باشگاه یه شورت جذب بپوشم، و این خیلی منو اذیت میکنه. منم دوست داشتم بپوشم. انا این شورت ها که میپوشم، دو تا شورت دیگه هم وزیرش بپوشم، اینو نمیدونم مثلا معاملم رو جمعش کنم که مثلا دیگه اذیت نشم، میدونی، نزنه بیرون وقتی ورزش میکنم. حالا یکی از این بود. و دلیل این که چرا اینقدر بزرگه، یعنی مثلا من موندم هر مردی که میاد پیش من، منو کنسل میکنه، چون حسرت میخوره، میگه این چرا تو بدن تو، این بعد مال من باشه، میدونی. آره دیگه، وقتی من همونجوری که من مردا رو میبینم باسنشون خیلی خوش فرمه اینا، که کل مردا خب نای باسن خوش فرمن 90%، چون چیزی که لازم ندارن رو دارن، و میبینم اینقدر باسنشون خوشگل و خوش فرمه، میگم وای خدا کاش باسن من اینجوری بود، من خوشگم، هیچی ندارم، ولی این که مرد ازش استفاده نداره چقدر خوش فرمه. بعد اونا که میان پیش ما، بعد میگن اوره تو مال تو چه اینقدر بزرگه، تو که استفاده نمی کنی، کاش این مال ما بود. دنیا همینه دیگه. اوکی، اینم شورت بود، برای باشگاه خریدم. خب اینم از بلاگ الان. اینجا شبمون که همین الانم هم رسیده بود، من براتون گرفتم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. منتظر همه کامنت های انتقادتون، خوب یا بد، همه هستم. من همه رو نگاه میکنم، جواب میدم، چه خوب باشه چه بد باشه، چون هم خوباش به من انرژی میده، بداشم به من کمک میکنه که من درستش کنم، چون نمیخوام اشتباه کنم، چون در بیننده میام. مرسی که با من بودید. همه نظر و اعتقاد خوب و بد هر چی دارید بنویسید. من الان زیر این پستم دارم کامنتاتو نیکی جواب میدم، و اینکه من فقط ولاگا رو کامنتاشون رو میخونم و جواب میدم، چون فکر میکنم که این چون فان نیستش و یه چیز
اختصاصیه و مردم لطف میکنن وقتشون رو میذارن، منم وقتمو میذارم، همه کامنت ها رو یکی یکی جواب میدم، میگم مرسی، باشه، anyway، whatever، حالا هر چیزی. خب مرسی، امیدوارم که دوست داشته باشید، منتظر کامنت های قشنگیتون هستم. تا یک بلاگ دیگه و ببینیم چی پیش میاد. خدا نگهدار.